با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارانم در استودیو کانال جدید برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی سیاسی که بعد از 60 روز اعتصاب قضا در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی جان باخت، مرگش باعث اعتراض وسیع جریانات مختلف حقوق بشری و جریانات مدافع دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. جمعی از زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز در واکنش به جان باختن وحید صیادی نصیری طی نامه سرگشاده اعلام کردند که این برادر آزادیخواه بی هراس از زندان زنجیر شکنجه با دستانی بسته و شکمی گرسنه جان باخت. در برنامه امروز رو در رو ما با خانم الهه نصیری، خواهر برادر وحید صیادی نصیری خواهیم بود و در ارتباط با جان باختن وحید صیادی نصیری و اینکه اتهاماتی که به وحید زده شده بود چی بود و موقعیت وحید در زندان به چه شکل بود و چرا وحید دست به اعتصاب قضا زد و مراسم بزرگداشتی که در ارتباط با وحید برگزار شد، از اون مراسم برای شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه رو در رو بگم با ایشون خواهند بود. با سلام به شما خانم نصیری و با تشکر که به ما وقت دادین تا در همچین موقعیتی شما رو در برنامه داشته باشیم و خواهش میکنم که تسلیت ما رو از طرف کانال جدید و برنامه رو در رو در ارتباط با جان باختن برادرتون بپذیریم. سلام، ممنون از همه که در این مدت ما رو یاری کردن، همراه ما بودن، از این که در این ایام دوستانش خیلی خوب در کنار ما بودن، چه در مراسم خاک سپاری، چه در مراسم یاد بودی که براش گرفتیم. از همه تشکر میکنم. خواهش میکنم خانم نصیری، لطف کنین بگین که اولا وحید به اتهامش چی بود، برای چی وحید دستگیر شد و باید عمر خودش رو در زندان به سر می برد و عمرش هم در زندان به پایان رسید. وحید به اتهامی که اینها براش گفتن، گفتن فحاشی، ولی همچین کاری نکرده بود. فقط وحید آزادی خواهی میخواست، فقط وحید برای مردم آزادی میخواست، ولی همیشه خودش میگفت باید آزادی بیان داشته باشن، همه حق داریم، چون آقای خامنه‌ای هم همین رو عنوان کردن که مردم آزادن حرفای خودشونو بزنن. برادر من جز این کاری نکرد، ولی نذاشتن صداش به همه جا برسه. بعد از اینکه 25 اسفند آزاد شد، بعد اول مرداد دوباره خیلی مرموزانه، یعنی توی رخت خواب صبح زود برادر منو ریختن توی خونه و دستگیر کردن بردن و در دادگاه چند روزی در یکی از دادگاه های قم بود و بعد زندان لنگرود منتقل کردن. در اونجا وحید خیلی تا 21 مهرم خیلی تقاضا کرد، اولا که دادگاهی براش تشکیل نشد، اجازه ندادن که وکیلش در اونجا صحبتی بکنه، چون گفتن که وکیلش اسمش جز به وکلای زندان نیست. دادگاه برادر من 10 دقیقه چه آقای نجفی میگین دیگه، نه آقای محمد؟ بله. دادگاهی رو که باید بالاخره ببینن اتهام چی بوده، برای چی دارن میگن، چه حکمی میخوان صادر کنن، در 10 دقیقه خودشون برگزار کردن و حکم 4.5 سال حبس به ایشون دادن. و بعد از این قبول شد، خب گفتیم 4.5 سال حبس میکشه، در صورتی که وحید حبسش رو کشیده بود.
و این تمام حبسش رو کشیده بود و 25 اسفند که آزاد شد دیگه قراری برای حبس دوباره ای نداشت. باز ما به 4 سال و نیم حبس دلخوش بودیم. ولی وحید رو تو بند سیاسی ها نبردن. بردنش تو بند اشرار. تو بند کسایی که مواد مخدر استفاده می کردن. چون یه سری هم تو اوین مورد ضرب و شتم خیلی شدید قرار گرفته بود. خواستار این شد که من از تو بند آدمای اراذل، آدمای اشرار، آدمایی که بالاخره جرمشون با من یکی نیست. برادر من که نمیتونست یه سیگار دودش رو تحمل کنه، چه جوری میتونست اونجا بشینه که اینا مواد بکشن دوره هم؟ تنها خواسته که داشت گفت من از این بند انتقال بدید. که صدایشون رو به هیچ جا نرسوندن. چندین بار با مادرم صحبت کرد. مامانم گفتش که اقلن بخواید که منو ببرن تهران. درخواستی دادیم که تهران اوین باهاش مخالفت کرد. گفتش که چون اینجا بوده اعتصاب کرده ما دوباره این درخواست رو قبول نمی کنیم. در صورتی که اعتصاب وحید توی اوین با اعتصابش توی لنگرود خیلی فرق داشت. اعتصاب وحید توی تهران برای این بود که معلق نگهش داشته بودن. حکمش صادر نشده بود. بیر بدون حکم توی زندان میگذروند. ولی توی لنگرود فقط گفت منو از این زندان انتقال بدید به بخش سیاسی ها. تنها خواستش همین بود. و دیگه به ما هیچ خبری از حال وحید ندادن. یک هفته قبل از فوتش که یه زنگ به مامان میزنن و مامان میگه صداش که شنیدم دیدم خیلی 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 رنجوره، انقدر که نمیتونست درست صحبت کنه. بهش میگه که اگر میتونی اقلا یه چیزی بخور. میگه مامان من نیومدم اینجا که یه روز اعتصاب کنم، یه روز بخورم، یه روز بازی نمیخوام بکنم. من حرفمو میخوام ثابت کنم. ما آزادی عیان باید داشته باشیم. که نکردن و به ما اطلاعی ندادن بابت وخیم شدن حال وحید. تا روز چهارشنبه صبح ساعت 9 خورده‌ای بود به من از یکی از نمیدونم کانالا کجا زنگ زدن که برادرتون اسمش تو سایت اومده که جزء نهایی هستش که تموم کرده. گفتم امکان نداره، دروغه، ما هنوز هیچ خبری نداریم. ساعت 2:30 تازه به مادر من زنگ زدن. یعنی حتی وقتی به بیمارستان هم منتقلشون کردن هیچ خبری ندادن. بعد که ما پیگیری کردیم و برادر دو تا بیمارستان هم بیشتر، یه بیمارستان بهشتی بود، یکی هم بیمارستان حضور ذهن ندارم کیهانی نمیدونم در قوم بود که گفتن این دوتا رو برید بگردید. ما رفتیم هر دوتا بیمارستان که گفتن که نه خبری نداریم و بالاخره بیمارستان بهشتی بعد از کلی پیگیری برادرام گفتن که ساعت 8 صبح آوردن اینجا و در همینجا همون لحظه تموم شد. یعنی اینا میگن 7 روز در بیمارستان تحت درمان بوده، در صورتی که نبوده. وحید ساعت 8 صبح به بیمارستان میرسه و همونجا تموم میکنه. وحید بیماری کبدی نداشت که اینا اعلام میکنن. وحید فقط کلیه‌هاش توی بیمارستان توی زندان اوین بر اثر ضرب و شتمی که یکی از همسلولیاش بهش کرده بود. اونم توی بندی که بند سیاسی نبود. توسط یک آقای سنی کار انجام شده بود. کلیه‌هاش یه مقداری آسیب دیده بود اونجا. اگر نه هیچ وحید هیچ مشکلی نداشت. بله. خب شما راجع به شرایط زندان که یکی از دلایلی بود که وحید دست به اعتصاب قضا زد اشاره کردین که جا داره ما اینجا اینا هم مطرح بکنیم که متاسفانه زندانیان سیاسی رو که مطابق قانونی که خودشون دارن گویا باید در زندانی که مربوط به زندانیان سیاسی هست نگهداری بشه، در بدترین زندان ها
نگه می‌دارن و زندانی که وحید درش به سر می‌برد به عنوان زندان گوانتانامو بی ازش نام برده میشه به خاطر شرایط مخوفی که اون زندان داره و الان آقای نجفی هم در زندان مختص به فعالین سیاسی نیست. نکته دیگه ای که میخواستم ازتون بپرسم این که تماستون با وحید، تماس خانواده با وحید به چه شکلی بوده؟ آیا امکان ملاقات و حضوری داشتن و یا اینکه به چه شکلی تماس صورت میگرفته؟ بله، مامان دوبار تونستن برن برای ملاقات، ولی انقدر اون زندان در بدترین جای قم، در بدترین وضعیت ممکنه بود. میگم مامان چون کولت سنش خیلی اذیتش میکرد، ولی بازم چندین بار رفت که دیگه وحید خودش زنگ زد گفتش که مامان دیگه نیا اینجا، انقدر تو باید راه بیای، انقدر چیز کنی. یعنی انقدر وضعیت اون زندان افتضاح بود که برای دیدن ما نه نمیتونستیم. چرا من تا اوین بود مرتب میرفتم، من سه شنبه اوین بودم برای وحید، ولی واقعا بیمارستان لنگرود قم خیلی جای پرتی بود. ما فقط خبرها رو از تلفنی که وحید میکرد به مامان و با مامان صحبت داشت ازش میگرفتیم و دوستانش که گهگداری برامون خبر میآوردن. که وقت از موقعی هم که وحید رفت تو اعتصاب دیگه نه، ما هیچ دیداری با وحید نداشتیم. خانم نصیری، یکی از مواردی که جریانات مختلف مدافع دفاع از حقوق زندانیان مطرح کردن در ارتباط با پرونده وحید، اعتراضشون به نوع دادرسی بوده که در ارتباط با پرونده وحید به پیش برده شده. دادرسی پرونده وحید و امکاناتی که باید از نظر حقوقی در اختیار قرار می گرفته به چه شکلی؟ بعد از فوتشون یا تا نخه اصلا دادگاه؟ بله، دادگاه به چه شکل؟ بدون هیچ دلیلی 4.5 سال گفتن حبس دوباره برای ایشون بریدن، در صورتی که هیچ دلیل خاصی نداشت، چون وحید وکیلی نداشت که بخواد ازش دفاعی کنه. و وقتی که برادرم این وضعیت رو دید به 4.5 سال حبس تن داد، چون دیگه نتونستن، اجازه به ما ندادن که ما وکیلی برش بگیریم. اصلا به قرار 4 روز بعد بود که وکیل دادگاه تشکیل بشه. اینا خودشون 4 روز قبل دادگاه رو 10 دقیقه تنظیم کردن و حکم رو بریدن و تمامش کردن. یعنی ما اصلا فکرش رو نمی کردیم که اون روز خبر چیز بشه. و روز سه‌شنبه بعد از ظهر بود یا دوشنبه، وحید یه مقدار حالش خیلی وخیم بود، ولی به مامان زنگ زد و مامان من تبرئه شدم. ما خوشحال شدیم از اینکه تبرئه شده، که درست فردای اون روز صبح وحید ساعت 8 صبح تموم کرد. یعنی این تلفن میتونه از طرف خودشون باشه، بیان بگن اقلا بیاید وحید برای ساعت آخر ببینید. شاید وحید حرفی داشته باشه با خانواده خودش، شاید وحید بخواد لحظه آخر مادر خودش ببینه. در ارتباط با دلایل فوتش، آیا مشخص شده که دلایل فوت وحید چی بوده یا نه؟ روزای اول گفتن که بر اثر اعتصاب غذایی که بوده 60 روز معده‌اش پس زده و خب به این دلیل قانع شدیم، ولی یکی از رسانه ها اعلام کردن که وحید بیماری کبدی داشته و به خاطر بیماری کبدی فوت کرده. اصلا یه همچین چیزی نبود، وحید بر اثر اعتصابی که کرد 60 روز. ولی روزی که به ما جنازه رو میخواستن تحویل بدن گفتن باید کالبد شکافی بشه. مادرم رضایت نداد به کالبد شکافی، ولی اونا گفتن که این جزء قانون ماست که بعداً مشخص بشه که بعداً برای ما حرف نباشه. ما قبول کردیم، ولی حق ما این بود که ما جنازه برادرمون رو ببینیم. بدن برادر منو نذاشتن ما ببینیم. اگر کالبد شکافی کردن، خب ما انقدر از لحاظ فهمی میتونیم بفهمیم که
کالبد شکافی شده و این خونریزی به خاطر اون بوده. چرا برادر من سرش توی کیسه سیاهی بود که حتی خود گورکن برگشت گفت این چون خیلی خونریزی شدیده ما نمیتونیم سرش رو توی کیسه سیاه در بیاریم. آیا شما فکر میکنید بعد 3 روز بر اثر یه بیماری کبدی هنوز برادر من خون بالا می آورده؟ خونابه نبود آقای احمدی. خون بود. ما حقمون بود برادرمون رو بدنش رو ببینیم. اقلن دلخوش باشیم که برادر ما نه شکنجه ای شده نه چیزی. حالا بر اثر اعتقاداتی که خودش داشت و عقایدی که داشت و پاش محکم وایساد احتسابی کرد و این زایر بر ما پیش آورد. ولی اینی که نه به ما نشون ندن این یکی از فکر میکنم کثیف‌ترین کاری بود که برای یه نفر میتونن انجام بدن. خانم نصیری گرامی با تشکر بسیار زیاد که به ما وقت دادین بار دیگه به شما تسلیت میگیم. یاد عزیز وحید صیادی نصیری برای همیشه گرامی بود. با تشکر بسیار زیاد شما. ممنون. خداحافظ شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار تیم کانال استودیو تورنتو و کانال جدید براتون شب ها و روزهای خوشی رو آرزو دارم. شب و روزتون خوش.